سلام بر شما، به خبر نیمروز خوش آمدید. ایران زیر بارش رحمت الهی، برف و باران در 23 استان، هشدار نارنجی هواشناسی در 15 استان، درخواست شرکت ملی گاز از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: پیام رسان‌های فعال داخلی به زودی به یکدیگر متصل می‌شوند. حذف کاغذبازی برای انجام امور بین دستگاهی با اتصال حدود 90% دستگاه‌ها به پنجره هوشمند دولت الکترونیک. موفقیت متخصصان داخلی در بومی‌سازی دستگاه جمع‌آوری کننده گازهای بیهوشی در اتاق عمل، رفع عوارض جانبی گازهای بیهوشی برای جراحان و دستیاران. گاز اشکاور پاسخ پلیس فرانسه به معترضان کرد در پاریس. در تیراندازی مرگبار مرد فرانسوی به مهاجران، 3 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. حال 2 زخمی وخیم است. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم. چتر معافیت پرداخت حامل‌های انرژی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی. چه تعداد از مددجویان از معافیت‌ها بهره‌مند شدند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان گرامی، ظهر شما بخیر. به مشروع خبر نیمروز خوش آمدید. بارش برف طی 24 ساعت گذشته استانهای تهران، قزوین، همدان، زنجان، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، لرستان، اصفهان و ارتفاعات فارس را سفید پوش کرد. بارش باران هم هوای استانهای مرکزی، ایلام، کرمانشاه و بخشی از کردستان، لرستان، اصفهان و شهر اهواز را تراوت بخشید. بیشترین بارش باران در کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری گزارش شده. دیشب هم لاله‌زار در استان کرمان با 9 درجه زیر صفر سردترین نقطه کشور بوده است. برفی که بچه‌ها رو خوشحال کرد و من خیلی خوشحال شدم که برف اومده. خوشحال بودم. آدم برفی می‌خوایم بسازیم. بزرگترها رو یاد بچگیشون انداخت. تو یاد گذشته و بچگی و برفای زیاد افتادیم. مردم برخی جاهایی که مدت‌ها بود برفی در شهرشون نباریده بود، از غافلگیروشون گفتن. نه، غافلگیر شدین. فکر نمی‌کردم برفی به این قشنگی شروع به بارش کنه. چندین سال اشترینام برفی به این زیبایی، به این بلندی، به این خوشگلی دیگه، خدا رو شکر، نعمت الهی، خدا رو باید شکر بکنیم. شدت برف در جاده ها و مسیرهای کوهستانی ماشین های راهداری رو به میدون آورد. در شهرها هم شهرداری ها رو مشغول برف تکانی از درخت ها و شنپاشی در معابر کرد. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور گفته راه های اصلی کشور همگی باز هستند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم از کولاک و آب گرفتگی در 16 استان کشور خبر داده و گفته در 3 روز گذشته به 281 نفر امداد رسانی شده. تا خود اتاق آخری آب رفته داخل خونه. هر استانهایی هم که مردم شاهد بارش باران بودند، در برخی شهرها مردم خوشحال شدند. لذت بخش باران دیگه یه هوای خاصی داره برای خودش. خیلی خوبه، انشالله که باران بیاد ما خیس بشیم. این بارون سیچ ایمکس شاورزل خیلی خوبی، انشالله که بارون خوبی بود، انشالله که ادامه داشته بویه. و در برخی شهرها هم به دلیل نامناسب بودن زیرساخت‌های شهری مردم گرفتار یک قصه تکراری شدن. اصلا ماشینم بیارم تو لولگزت پر آب شد. فاضل آب از اینجا میزنه بالا، از اینجا میزنه بالا. رودخونه شده، خونه‌های مردم کلا رفته زیر آب. هر سال همین مشکل داریم، اومدن فاضل آب درست کردن، یعنی الان بدتر شده. تمام واسایرمون همشون به خدا خراب شده. پلیس راهور تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر بدون زنجیره چرخ و ممنوع اعلام کرده و از رانندگان خواسته که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت هم حتما از سلامت خودشون مطمئن بشن و با باک پر بنزین سفر کنند.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما. امروز در بیشتر مناطق کشور شاهد بارش برف و باران هستیم. سازمان هواشناسی برای برخی مناطق هم سطح هشدار نارنجی صادر کرده. برای اطلاع بیشتر از وضع هوا گفتگو میکنم با کارشناس هواشناسی. خانم سلامی، سلام بر شما. بفهمید که این سامانه بارشی کدوم مناطق رو در بر گرفته و تا کی هم ادامه داره؟ با نام و یاد خدا، با سلام حضور شما و بینندگان محترم شبکه خبر. شاهد فعالیت سامانه بارشسا به صورت گسترده در قالب مناطق کشور هستیم. به غیر از استان سیستان و بلوچستان انتظار داریم در اکثر مناطق بارش برف و باران رو داشته باشیم. ملاحظه میکنید تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی هم به صورت گسترده پوششهایی از ابر نشون میده. طی چند ساعت گذشته در استانهای قزوین، البرز، تهران، زنجان، همینطور بخشهایی از زاگرس مرکزی بارش برف رو شاهد بودیم. به سبب شدت بارندگی ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، سیلاب و همینطور اختلال در تردد جاده های کوهستانی هم وجود داره. لذا شدت بارش ها برای استان های همدان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بوی رحمت، فارس، بخشهایی از اصفهان، مرکزی، قم، قزوین، البرز هستش و همطور برای تهران هم هشدار نارنجی رو داریم. به سبب این بارش ها تقاضا داریم که از مسافرت های غیر ضروری اجتناب بشه. در صورت رفتن تجهیزات زمستانی، وسایل گرم کننده و به ویژه زنجیره چرخ رو به همراه داشته باشن. به همراه بارش باران هم در ارتفاعات بارش به صورت برف پیش بینی میشه. اختلال در تردد جاده های کوهستانی رو خواهیم داشت. تقاضا داریم طی این مدت کوهنوردان از صعود به ارتفاعات جدا اجتناب بکنن. احتمال کولاک برف، مه غلیظ در جاده های کوهستانی هم وجود داره. برای فردا انتظار داریم بارش ها رو با شدت کمتری همچنان در سطح کشورمون داشته باشیم و طی روزهای دوشنبه و سه شنبه تا روز چهارشنبه در شمال و شمال شرق هم بارش ها رو پیش بینی میکنیم. اما برای تهران هم انتظار داریم که بارش برفی که در ساعت اولیه صبح داشتیم همچنان برای ساعت های آینده گاهی بارش باران برف و وزش باد شدید رو در بخش هایی از کشورمون هم داشته باشیم. تشکر و خدا یار و نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم از شما خانم سلامی، کارشناس سازمان هواشناسی. برف و باران در جاده‌های 23 استان و انسداد 11 جاده. معاون مرکز مدیریت راه‌ها گفته در جاده‌های کندوان، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران شمال بارش برف و باران و در آزادراه قزوین رشت بارش باران داریم. در برخی از جاده‌های استان‌های شمال غربی، غربی و مرکزی کشور نیز برف و باران می‌بارد. برای آگاهی از آخرین وضع راه‌های کشور گفتگو می‌کنم با رئیس پلیس راه. سردار مؤمنی، سلام بر شما، خدا قوت. با توجه به بارش در اغلب استان‌ها آخرین وضع ترافیکی در جاده‌ها چطوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. باید به استعذارتون برسونم که همونطور که فرمودید بسیاری از استان‌های کشور درگیر بارش برف و باران هستند. در حال حاضر در راه‌های فرعی فقط راه خانسار به گلپایگان به علت کولاک و گوران مسدود هست. بقیه راه‌ها باز هست، منتها در خیلی از گردن‌های برفگیر تردد فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر هست. لذا خواهشی که از هموطنان عزیزمون داریم، اگر سفرهای ضروری ندارن اون سفرها رو فعلا از اون سفرها پرهیز کنن و اگر هم به سفر ضروری میخوان برن حتما باید زنجیرچرخ رو با خودشون داشته باشن، چون همکاران عزیزم در این محورها راهایی که زنجیرچرخ نداشته باشن از تردد اونها جلوگیری میکنن. بحث بعدی این هست که ما امشب با توجه به برودت هوا و بارش برفی که داشتیم احتمال داره که سطح جاده یخ زدگی به وجود بیاد و در این صورت لغزندگی زیاد میشه. لذا حتما عزیزان باید عنایت داشته باشن که با سرعت مطمئن تردد بکنن و به توصیه ها و تذکرات همکارانمون هم توجه داشته باشن. در خدمتتون هستیم، فرمایش دیگه نازم. خیلی متشکرم از شما سردار مؤمنی، سپاسگزارم. سازمان راهداری از رانندگان خواست از تردد غیر ضروری در محورهای برون شهری پرهیز کنند. با توجه به بارش برف در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور
و مسدود شدن برخی جاده ها، این سازمان از رانندگان خواسته در صورت ضرورت سفر تجهیزات گرمایشی، سوخت کافی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. در این باره گفتگو میکنم با مدیر کل بحران سازمان راهداری. آقای بهرامی‌نیا سلام بر شما. همکنون کدوم یکی از محورهای اصلی کشور مسدوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران و محترمتون. همونطوری که استحضار دارید 24 استان کشور درگیر این سامانه‌ای بودی که از دو روز گذشته وارد کشور بوده. 21 استان به صورت بارش برف و باران و 3 استان گیلان، ایلام و خوزستان هم تنها بارش باران رو در اون محورها داشتیم که طی همین مدت در اون محورهایی که بارش برف داشتیم و عمدتاً هم برف بودی که در مناطق روستایی بیشتر بوده و 3500 دستگاه ماشینالات و 4500 نفر روز هم از همکاران مشغول عملیات راهداری برف روبی بودن و 2150 تن مساله هم طی همین مدت مصرف شده. تنها مسیری که به هر حال به علت بارش برف مسدود اعلام شده محور خانسار گلپایگان بوده که همکارا دارن تلاش میکنن که انشالله بتونن هرچی سریعتر این مسیر رو هم بازگشایی بکنند و همکاران هم تا عبور این سامانه از کشور که بر اساس آخرین آمار اطلاعات سازمان هواشناسی تا فردا بعد از ظهر بر روی کشور فعال هستش به صورت آماده باش کامل هستن که بتونن در صورت لزوم عملیات راهداری رو در سطح محورهای مواصلاتی کشور بتونن انجام بدن. آقای بهرامی‌نیا الان یعنی برای باز کردن راه‌های کشور شما آمادگی کامل رو دارید و اقدامات لازم رو انجام دادید؟ دقیقاً، ما با تمام امکانات و تجهیزات و ماشین‌آلات و همینطور خدمت شما عرض کنم که انبارشی که ماسه و نمک در پایگاه راهداری در سراسر کشور و مناطقی که از قبل به هر حال پیش بینی شده اینها آماده هستند و هیچ گونه مشکلی در این زمینه نداریم که انشالله این آمادگی هست که بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. انشالله توصیه تکمیلی هم برای راننده ها دارید؟ به هر حال همونطوری که سردار مؤمنی و دیگر عزیزان دستگاهی خدمات رسان در این ایام اعلام کردن، از تردد غیر ضرور ما خواهش می‌کنیم از هموطنان عزیز در محورهایی که به علت بارش برف و باران و کولاک شرایط به این شکل دارن خودداری بکنن و همچنین اگر هم نیاز شد حتما تجهیزات کامل زمستانی، لباس گرم، زنجیر چرخ رو داشته باشن و قبل از حرکت هم از وضعیت اون محور از طریق سامانه 141 سازمان راهداری اطلاعات کافی رو در اون زمینه داشته باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای بهرامی‌نیا، مدیر کل بحران سازمان راهداری. سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز کشور به 70% رسید. به گفته مدیر راهبری شبکه گاز کشور، با ادامه روند مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری، امکان افت فشار در استان‌های سردسیر وجود دارد. در این باره گفتگو می‌کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مرکز کنترل گاز کشور. خانم زربانیان سلام بر شما. بفرمایید کدوم استان‌ها بیشترین مصرف گاز رو در کشور دارند و این استان‌ها چقدر باید مصرف گاز رو کاهش بدن تا با افت فشار مواجه نشیم؟ سلام، وقت بخیر. امروز مصرف به 560 میلیون متر مکعب رسید و پیش بینی میشه خانم حسینی که این رقم تا آخر امشب به 600 میلیون متر مکعب برسه. همونطور که در نمودار پشت سر من هم میبینید، شما هم فرمودید بخش خانگی و تجاری 70% رو استفاده کردن، نیروگاه ها 10%، صنایع عمده 12% و سایر بخش ها هم حدود 8% گاز رو مصرف کردن. در خصوص افت فشار می‌خواستم بهتون بگم ما الان در هیچ جای افت فشار نداریم، اما در انتهای خطوط گازرسانی ما چند شهر رو من براتون نام میبرم که خیلی این شهرها مهمن. در خراسان جنوبی دو شهر، نهبندان و بوهستان، در خراسان رضوی تربت جام، خراسان شمالی اسفراین، مازندران آمل و بابل اردبیل، پارس‌آباد و اسلاندوست دقیقاً در انتهای خط گازرسانی در کل کشور هستند. اگر امشب، یعنی در این چند وقت، اگر مصرف مدیریت نشه، قطعاً این شهرها با مشکل
مشکل گازرسانی مواجه خواهند شد. البته در مرکز راهبری همه تلاششون رو انجام میدن که خدای نکره این شهرها به خصوص روستاهای زیرمجموعه اینها دچار مشکل گاز نشن، ولی تنها راهش مدیریت مصرف در استانهای تهرانه که تهران خودش صدرنشین مصرف هست. خراسان رضوی و اصفهان هم به حال مصرفشون بسیار بالاست، باید اونها مدیریت بکنن تا گاز به این مناطق هم برسه. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم از شما خانم زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. استقبال از کاروان شهدای گمنام در سراسر کشور همزمان با ایام فاطمیه، هموطنان در استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، سمنان، خراسان شمالی، گلستان و اردبیل امروز میزبان پیکرهای پاک شهدای گمنام بودند. اهل سنت و تشیع اومدیم با همدیگه که انشالله از شهدای گمنام استقبال کنیم. با این اجتماع عظیمشون واقعا که اون دلبستگی به نظام را بار دیگر اعلام کردن. خیلی خوشحالن که با دو شهید گمنام که در روستای ما آمدن میخوان زندگی ما با دو عزیز گمنام زندگی ما شروع کنم. شهدا ولی نعمت ما هستن. ما در زیر سایه اینها داریم با عزت، افتخار، با شرافت زندگی میکنیم. اینو عزیزن، اینا راهی زنده هستن. خوش اومدن، قدمشون رو چش. شهید باعث افتخار ماست. اینا برای یک ملت رفتن. عصر امروز نیز مردم در استانهای زنجان و کرمانشاه به استقبال این شهدا می روند. قرار است پیکرهای شهدای گمنام ششم دی همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در سراسر کشور تشییع شود. حذف کاغذبازی برای انجام امور بین دستگاهی، این خبری بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه صف اول اعلام کرد. آقای زارع‌پور گفت گام نخست برای رسیدن به این هدف با اتصال حدود 90% دستگاه‌ها به پنجره هوشمند دولت الکترونیک محقق شده. وزیر ارتباطات در برنامه صف اول با اشاره به پیوستن بیش از 90% دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت با وجود الزام قانون مبنی بر ارائه 1/3 خدمات پرکاربرد دستگاه‌ها از طریق این پنجره، اما این درصد قابل افزایش است. در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب شد تا آخر امسال بشه 50% و انشالله سال آینده 50% مابقی هم ما در قانون بودجه 1402 هم که الان فصل تصویب بودجه است در دولت مصوب شد. آقای زارع‌پور از رسانه ملی به سبب پوشش رسانه‌ای موضوع پنجره واحد قدردانی کرد. اگر نبود این مطالبه گری صدا و سیما، شاید ما بین 90% با وجودی که تکلیف قانونی هم بود شاید کمتر محقق میشد. این جای تقدیر و تشکر داره و امیدوارم که در ادامه هم این همکاری همچنان وجود داشته باشه. و خبر وزیر ارتباطات در خصوص جمع‌آوری هر گونه استعلام کاغذی تا پایان سال. یکی از مصوبات خوب دیگه که در شورای اجرایی داشتیم این که تا پایان امسال اون سرویسایی که تا حالا برخط شدن، استعلاماتی که برخط شدن در مرکز ملی تبادل سرویس وجود داره، هر سرویسی که اونجا هست دیگه دستگاه حق ندارن کاغذ از مردم بگیرن. اگر مدرک تحصیلی اونجا برخط شده دیگه کسی حق نداره تصویر مدرک تحصیلی رو برای ارائه خدمت به مردم بده، باید بره سامانهاشو درست کنه. توجه وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌های داخلی به ویژه در چند ماه اخیر محور دیگر سخنان وزیر بود که خبری هم درباره تجمیع پیام‌رسان‌های داخلی داد. تمام پیام‌رسان‌های داخلی به هم دیگه متصل خواهند شد. یعنی شما اگر بله دارید میتونید به کسی توی ایتا پیام بدید، کسی ایتا داره به سروش پلاس، به روبیکا. شدنی هست، استانداردهایی در دنیا برای این تو دقیقاً رو امسال تلاشمون اینه که انشالله برسونیم یا حداکثر تا آخر سال. شبکه ملی اطلاعات با 200 طرح در دست اجرا محور دیگر سخنان آقای زارع‌پور. یه دین و مترادف با قطع اینترنت میدونم به هیچ وجه چنین چیزی نیست. شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت با کیفیت در گستره جغرافی جمهوری اسلامی ایران 60% پیشرفت داشته. شبکه ملی اطلاعات و عرض بزرگتون که با راه اندازی این پروژه فیبر نوری منازل کسب و کارها انشالله این شتاب خواهد گرفت. و سخن پایانی وزیر ارتباطات دنبال افزایش سرعت، افزایش کیفیت اینترنت هستیم، چون مثل هوا میمونه، هیچ کسی نمیتونه این رو در واقع محدود بکنه. یا این ایام یه شایعه‌ای بود که 3D خلاصه قطع میشه، اصلا چنین خبرایی نیست و کسی نمیتونه فضای تنفس کشیدن مردم رو قطع بکنه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت مرغ گرم در بازار عمده فروشی در 3 روز گذشته با افت حدود 3000 تومانی تا 47000 تومان کاهش یافت. قیمت مرغ در سازمان میادین میوه و تره بار هم حدود 56000 تومان است. برای اطلاع از آخرین وضع بازار مرغ گرم، ارتباط ما با همکارم آقای آذری بقا که در محل عرضه عمده این محصول حضور داره برقراره. آقای آذری بقا سلام بر شما. اوضاع بازار امروز چطوره؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان این بخش خبری. از ما الان در میدان میوه تره بار صادقیه هستیم، البته در بازه زمانی تعطیلی 1 تا 2.5 میادین میوه تره بار. از صبح امروز در واقع در سطح عمده فروشی بازار میوه گرم، بازار مرغ گرم یک ثباتی داشته، به این ترتیب که از صبح امروز همون 50000 تومان از حدود ساعت 8 صبح که دیگه قیمت‌ها مشخص شد، قیمت مرغ گرم در سطح عمده فروشی کیلویی 50000 تومان بود، الان هم در واقع همین هستش. در سطح خرده فروشی میدان بهمن هم حدود 52000 تومان هستش، در میادین میوه و تره بار حدود 54000 تومان، حالا دقیقش رو پشت سر منم می‌بینید، 53950 تومان مرغ گرم داره به فروش میرسه. برای جزئیات بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای مجید حسنی مقدم، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی. سلام آقای حسنی مقدم. همچنان این بحث ذخیره خانگی ادامه داره، درسته؟ با توجه به فاصله قیمتی عرضه مرغ با در واقع نرخ مصوب. به نام خدا، بنده عرض سلام دارم. بله، همچون که شما فرمودید، به حال در یک مقطع زمانی میزان جوجه‌ریزی افزایش پیدا کرده و تولید و عرضه نسبت به دوره متوسط یه مقدار افزایش پیدا کرد، طبیعتاً قیمت کاهش پیدا کرد. خب مردم همراهی خوبی کردن، من خواهش میکنم همین همراهی رو همچنان ادامه بدن. به حال اگر تولید به صرفه نباشه، بخشی از تولید کنندگان از چرخه تولید خارج میشن، به ویژه اونهایی که توانمندی کمتری دارن ابتدا خارج میشن و طبیعتاً در دوره زمانی بعدی عرضه که کاهش پیدا بکنه باز تعادل به هم میخوره و قیمت افزایش پیدا میکنه. بنابراین هر نوع همراهی که مردم بکنن طبیعتاً برای استمرار تولید میشه و ثبات قیمت کمک خواهد کرد. بله، با همین خرید و ذخیره‌ای که در منازل انجام میدن کمک به تولید کنندگان در واقع میکنن که تو در چرخه تولید بمانند و ثبات قیمت هم داشته باشه. اقدامات دیگری هم وزارت جهاد کشاورزی داره در راستای در واقع این جمع‌آوری میزان مازاد تولید مرغ گرم. بله، اقدامات متعددی رو ما در دستور کار داریم، بحثش هم شروع شده. یکی صادرات با عوارض صفر بوده که انجام شده و در حال انجام هست. ارزم بشه خود تشکل‌ها ورود پیدا کردن با کمکی که بانک کشاورزی انجام داد و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های جهاد کشاورزی در ارتباط ذخیره‌سازی خود تشکل‌ها هم ورود پیدا کردن. توزیع مرغ منجمد کامل متوقف شده و این اقدام یکی از اقدامات دیگه که باید انجام بشه و الان انجام شده. خوشبختانه این اقدامات همه در حال انجام هست. حالا اینکه بعضی میگن که مثلا میای قیمت حالا نزدیک میشه به نرخ مصوب، در واقع بالا میره، این چه سودی داره برای مصرف کننده؟ عرض کردم خدمتتون وقتی که ما میخوایم تولید مستمر باشه و تولید کنندگان در چرخه تولید بمانند باید صرفه داشته باشه و اگر زمانی عرضه زیاد بشه و تقاضا نتونه اینو پوشش بده طبیعتاً قیمت میشکنه و قیمت که بشکنه با هزینه تولید تولید کننده انطباق نداره و تولید کننده متضرر میشه. وقتی تولید کننده متضرر بشه از چرخه تولید خارج میشه، از چرخه تولید وقتی خارج بشه دوباره عرضه کم میشه، یعنی این حالت ثبات به حالت سینوسی میرسه و عوارضش برمیگرده به مصرف کنندگان که مجبور میشن با قیمت بالاتری مرغ رو تهیه بکنن. همراهی حسنی مقدم، امیدواریم در واقع با این مجموعه اقدامات و همراهی مردم هر چه زودتر این میزان مرغ مازاد جمع بشه و بازار به تعادل برسه. همکار محترم، این بود گزارش بنده، خدمتتون هستم اگر سوال خاصی هست. خیلی ممنونم از شما آقای آذری بقا و همینطور مهمان محترمتون. شاخص کل بورس رشد حدود 42000 واحدی را ثبت کرد. شاخص کل در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد حدود 2.8% به عدد 1,538,000 واحد رسید. شاخص هموزن هم امروز بازدهی 2.4% داشت. در بازار امروز حدود 90% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند. همچنین بازار سرمایه در جریان معاملات روز شنبه شاهد ورود بیش از 470 میلیارد تومان پول افراد حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود. روز گذشته ما توی بازارهای مالی بین‌الملل شاهد فشار خرید خوبی هم توی کامودیتی‌ها بودیم، هم توی نفت و گازوئیل، و شاهد این بودیم که طلا و نقره هم
یک رشد خوبی رو تونستن تجربه بکنن. امروز خب بازارهای مالی بین‌الملل بسته شدن، ولیکن بازار بورس اروپا و بازار تهران با فشار خرید خوبی روبرو شد و باعث شد که اکثر نمادها در محدوده صف خرید معامله بشن. پیشران این گروه ها رو میتونیم گروه خودرویی اعلام کنیم که بیشتر ارزش معاملات رو به خودش اختصاص داد، و بعد از اون میتونیم گروه پالایشی ها و بعد از اون با گروه فلزات اساسی رو نام ببریم، جزء گروه هایی که بیشتر ارزش معاملات داخلشون انجام شد. هفته گذشته هم بازار سرمایه روزهای خوبی را پشت سر گذاشت. جزئیات بیشتر از بازدهی و میزان ورود و خروج پول در گزارش فدایی. بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه. در هفته‌ای که گذشت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با افزایش 1.59% در محدوده 1,496,200 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل هفتگی کاملا رو به بالا بود. به احتمال خیلی زیاد نزدیکای 1,600,000 شاخص یک اصلاح داشته باشه. شاخص هموزن نیز بازدهی مثبت 2.76% را ثبت و بر روی پله 445,721 واحد قرار گرفت. شاخص هموزنم خیلی شبیه به شاخص کل کاملا رو به بالاست، هفتگی و روزانش کاملا رو به بالاست، ولی به نظر میرسه در سطح تقریبا 470,000 یک اصلاحی رو اونجا داشته باشیم و دوباره در ادامه باید ببینیم که به کدام سمت و سو خواهد رفت. اوسیلاتور MACD در تایم فریم هفتگی شاخص هموزن مثبت شده و این میتونه نشونه خوبی باشه. در اوایل هفته معاملاتی گذشته شاهد 185 میلیارد تومان ورود پول حقیقی بودیم، اما در مجموع 92 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد. ارزش معاملات خرد نیز طی داد و ستدهای هفته‌ای که گذشت به طور میانگین روزانه 4839 میلیارد تومان بود. روند بازار سرمایه متأثر از برخی اخبار کلان اقتصادی بود. مهمترین خبری که در بازار سرمایه منتشر شد بحث افزایش نرخ بهره بانکی بود که با انتشار این خبر معامله‌گران رو دچار احتیاط کرد در سمت خرید. خبر دیگه ای هم که منتشر شد بحث توقف عرضه خودرو در بورس کالا بود که این هفته شاهد بودیم خبرش منتشر شد و نتیجه این خبر همین شد که ما توی گروه خودرویی یک عقب‌گردی رو داشتیم. طی هفته گذشته صنعت قند و شکر با افزایش 6.84% بیشترین بازدهی مثبت و از طرفی صنعت سایر معادن با افت 2.51% بیشترین بازدهی منفی را به خود اختصاص دادند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما. درگیری‌ها در پاریس میان نیروهای یگان ویژه پلیس فرانسه و معترضان کرد به دنبال تیراندازی مرگبار در یک مرکز فرهنگی کردها ادامه دارد. پلیس فرانسه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان کرد مجبور به شلیک گاز اشکاور شد. درگیری پلیس با تظاهرکنندگان همزمان با حضور وزیر کشور فرانسه در محل تیراندازی روی داد. حادثه روز جمعه در منطقه 10 پاریس 3 کشته و تعدادی مجروح بر جا گذاشت. در این رابطه یک مرد 69 ساله فرانسوی بازداشت شده است. ژاپن در شبانه روز گذشته با ثبت 315 کشته بالاترین میزان فوتی و ابتلای روزانه به کرونا را در جهان به خود اختصاص داد. در این مدت 173 هزار نفر به جمع مبتلایان این کشور اضافه شدند. برزیل هم با ثبت 282 کشته در رتبه دوم قرار دارد. در اروپا فرانسه بیشترین کشته ها را دارد و در 158 شهروند این کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. سازمان بهداشت جهانی در گزارش جدید خود از افزایش 36% موارد ابتلا به کرونا در جهان در یک ماه گذشته خبر داد. بر این اساس میزان ابتلا به کرونا در جهان فقط در هفته آخر آذر 6% رشد داشته. در دو هفته اخیر هم ابتلا به کرونا در آمریکا 40% بیشتر از قبل شده و در همین مدت شمار جان باختگان کرونا در این کشور 25% افزایش داشته.
اعلام ناتوانی سازمان غذا و داروی آمریکا از پاسخگویی به بیماران. مسئول کووید 19 در کاخ سفید گفت همزمان شدن انواع بیماری‌های تنفسی در آمریکا موجب شده FDA نتواند پاسخگوی همه بیماران باشد. از پزشک کودکان اورژانس بیمارستانی در ایالت نیوجرسی آمریکا سوال می‌شود آیا تا به حال وضعیتی مثل الان دیده بودید؟ پاسخی کوتاه می‌دهد. بی سابقه است. از او درباره حجم زیاد مراجعات به اورژانس به خاطر ابتلا به ویروس کرونا، آنفولانزا و عفونت تنفسی کودکان سوال شده بود. این اندازه افزایش مراجعات به اورژانس را من قبل از این در بیش از 30 سال سابقه پزشکی هم ندیده بودم. دکتر آشیش جا پزشک مسئول کاخ سفید درباره کووید 19 است. گفت و شنود او با مجری برنامه وقتی دکتر جا میگوید به اندازه کافی دارو برای درمان آنفولانزا، کرونا و عفونت تنفسی کودکان داریم، تصویری روشن‌تر از وضع موجود جامعه آمریکا در این باره به ما ارائه می کند. من خودم دیروز داروخانه CVS بودم و دیدم که دو داروی مهم آنفولانزا و کرونا جیره‌بندی شده. آن وقت شما می گویید ما کمبود دارو نداریم؟ آنچه الان با آن روبرو هستیم تقاضای بی سابقه است. ما بالاترین تعداد عفونت‌های تنفسی کودکان را داریم در کنار بیشترین شیوع آنفولانزا در 10 سال گذشته. متاسفانه کووید 19 هم در کشور ما در حال افزایش است. در این شرایط سازمان غذا و داروی آمریکا نمی‌تواند به این حجم زیاد تقاضا پاسخ دهد. حدود 150 هزار آمریکایی در حدود 10 هفته گذشته به خاطر ابتلا به آنفولانزا بستری و 9300 نفر از اونها به همین خاطر جان باختند. در همین 2 هفته اخیر هم تعداد ابتلا به کرونا در آمریکا 40% زیاد شده. در این مدت تعداد جان باختگان کرونا در آمریکا هم 25% افزایش پیدا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. ادامه تعدیل نیرو در توییتر. کارمندان بخش سیاست عمومی اخراج شدند. تئودورا اسکاداس، کارمند سیاست عمومی این شرکت، در پستی در توییتر از اخراج خود خبر داد. او میگوید مسئول مدیریت شورای اعتماد و ایمنی این شرکت بود که این بخش هفته گذشته منحل شد. گروه شورای اعتماد و ایمنی توییتر سال 2016 تشکیل شد و روی تعدیل محتوا و مسائل مربوط به حقوق بشر تمرکز داشت. از زمان روی کار آمدن ایلان ماسک حدود 75% از کارمندان توییتر تصمیم به ترک آن گرفته یا اخراج شده اند. آمریکا برای مقابله با افزایش روابط تجاری چین با کشورهای آفریقایی قصد دارد 55 میلیارد دلار در این قاره سرمایه گذاری کند. کارشناسان میگویند آفریقا باید مراقب سوء استفاده آمریکا از این قاره باشد. چین جای پای خود را هر روز در آفریقا محکمتر می کند و این روند می تواند برای این قاره بی ثبات کننده باشد. ما باید مراقب فعالیت های چین و همچنین روسیه در آفریقا باشیم. این سخنان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نشان می دهد دولت این کشور به وضوح نگران روابط نزدیک چین و روسیه با آفریقاست. اجلاس مشترک اخیر آمریکا با رؤسای حکومت حدود 50 کشور آفریقایی و وعده سرمایه‌گذاری 55 میلیارد دلاری در آفریقا در 3 سال آینده تلاش جدید آمریکایی‌ها برای پاسخگویی به این نگرانی است. ماری ژوز بیلوا، رئیس گروه آفریقا اینترنشنال میگوید نخستین بار چین اینو اجلاس‌های مشترک با کشورهای آفریقایی را برگزار کرد. بعد از آن اجلاس‌های مشترک آفریقا با ترکیه، روسیه، هند و از این دست را شاهد بودیم. اکنون آمریکا نیز می‌کوشد با همان روش به مقابله با نفوذ خصوصاً چین در آفریقا اقدام کند. واقعیت این است که چین با سرمایه‌گذاری گسترده در آفریقا تنها طی 2 دهه به اولین شریک تجاری این قاره با بیش از 300 میلیارد دلار مبادلات تبدیل شده است. آمریکایی‌ها مدعی‌اند به دنبال روابط برنده برنده و تبدیل شدن به شریک آفریقا هستند. اما جامعه مدنی و روشنفکری آفریقا نظر دیگری دارد. دکتر دومینیک یامب انتیمبا، نویسنده کامرونی، می‌گوید آمریکا در قالب این اجلاس مدعی تعمیق روابط با آفریقا است.
اما چرا کشورهایی مانند گینه، مالی و بورکینافاسو را که قله‌های ژئوپلیتیک و تاریخی آفریقا هستند دعوت نکرد؟ معلوم است که این کشورها به خاطر روابط نزدیکشان با روسیه دعوت نشدند. باید به آمریکایی‌ها بگوییم دشمن آنها لزوماً دشمن ما نیست. پروفسور کامارا موریتی، استاد دانشگاه ساحل آجی، نیز در صفحه فیسبوکش می‌نویسد: آمریکا طی 10 ماه 50 میلیارد دلار به اوکراین پول داد. حالا میگوید طی 3 سال 55 میلیارد در 54 کشور آفریقایی سرمایه گذاری میکند. وقت آن است که آفریقا میان دوستانی که به آن بهره میرسانند و دیگرانی که میخواهند از آن بهره ببرند تفاوت قائل شود. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج. جاری شدن سیل در شهر مکه به بسیاری از خودروها خسارت وارد کرد. شهروندان عربستانی از مقامات این کشور به سبب آماده نبودن برای این شرایط آب و هوایی انتقاد کردند. مردم تصاویری از سیل در خیابانها و خودروهای شناور در سیل در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند که یادآور سیل چند هفته پیش جده است. سیل جده دست کم 2 کشته بر جا گذاشت. مقامات مناطق سیل زده در مکه از اعلام میزان خسارات و تلفات سیل خودداری می‌کنند. به راه افتادن سیل در خیابان‌های نیویورک. پس از طوفان، سیل خیابان‌های شهر نیویورک در آمریکا را در بر گرفت. همچنین طوفان زمستانی که از دیروز در آمریکا شدت گرفته تا کنون موجب قطع برق بیش از 1 میلیون نفر و مرگ دست کم 9 تن در این کشور شده و بسیاری از مناطق شرقی سردترین دما در دهه‌های گذشته را تجربه می‌کنند. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دستگاه جمع‌آوری کننده گازهای بیهوشی را بومی سازی کنند. این دستگاه به منظور رفع نیاز پزشکان در اتاق‌های عمل با نصف قیمت نمونه‌های خارجی تولید شده. قیمت نمونه‌های خارجی 20,000 یورو است. پزشکا گلایه داشتن همیشه از این که بعد از چند تا عمل جراحی و چند تا فرآیند بیهوشی دچار سردرد میشن و نمیتونن به طور مداوم کار بکنن. برای حل این مشکل سیستم جمع‌آوری گازهای بیهوشی با نشان اروپایی وارد میشد که حالا ما این سیستم رو داخلی سازی کردیم با پمپ‌های ساید چنل وکیوم که تو ظرفیت‌های مختلف ارائه میدیم. تو بیمارستان‌ها میشه نصب بشه تو بخش تأسیسات و به سوکت‌های AGSS تو اتاق عمل این فشار منفی رو براشون ایجاد بکنه. شرکت دانش‌بنیانی که پیش از این وارد کننده ی دستگاه‌های آمریکایی بود، اما به مدت چند سال انتقال تکنولوژی انجام داد و تونست با همون کیفیت شرکت آمریکایی مبدعی که وجود داشت تولید بکنه. استانداردهای HDM بیمارستانی و همینطور استانداردهای الکتریکال رو مثل استاندارد 6601 همه رو پاس کرده. قیمت ما تقریبا نصف نمونه خارجی میشه. این شرکت دانش بنیان به غیر از تولید سیستم جمع‌آوری گازهای بیهوشی، مخازن اکسیژنی تولید کرده با خلوص 93 تا 95% ارتقا داده میشه و 600 لیتر واقعی رو تحویل بیمارستان میده. اکسیژن سازی که خطاهای نمونه مشابه خارجی را ندارد. ما درایرهایی که دو دستگاه به کار میبریم نقطه شبنم دستگاه و رطوبت دستگاه رو مانیتور نشون میده که کلا زیر 10% هست و هر اتفاقی بیفته و کیفیت دستگاه بیاد پایین، تمام دستگاه ها به مجهز به سنسورهای مختلف هست. حتی اگه درصد خلوص و رطوبت بالا بره آلارم میزنه. سیستم هایی که در دوران کرونا امتحانش را پس داد. داخل کشور حدود 600 تا بیمارستان دستگاه فروختیم و تحت پوشش داریم. شرکتی که با انتقال فناوری توانسته صادراتش را توسعه و صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. عراق، امارات، ازبکستان و بعضی از کشورهای دیگه در حال صادرات هستیم. حدود 30 تا 40% ما صرفه‌جویی ارزی داریم برای داخل کشور. متخصصان شرکت دیگر تجهیزات بیمارستانی وارداتی را بازمهندسی کردند. این دستگاه رو بازمهندسی کردیم تا هم کیفیت و هم کاهش قیمت داشته باشد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان مینروبی 1 کیلومتر باقی مانده تا نقطه صفر مرزی با کشور عراق. مدیر عامل راه آهن با اعلام این خبر گفت این اقدام برای تکمیل راهگذر ریلی شلمچه بصره انجام شده. با توجه به سفری که 2 هفته قبل نخست وزیر عراق به ایران داشتن، بحث عملی سازی این کوریر مطرح شد. با توجه به مکاتباتی که ما تو همین مدت باهاشون داشتیم، اونها هم در به حال تدارک این هستن که انشالله ما بتوانیم 16 کیلومتر از همین نقطه شلمچه، نقطه مرز شلمچه، ما نیاز هست که از اون تحویل بگیریم برای بحث آغاز مینروبی و اجرای این پروژه در خاک عراق. در خاک ما همون کاری که باید انجام میشه در طول این یک سال الحمدلله انجام شده. اون قسمتی که داخل ایران بود ما هم مینروبی رو انجام دیدیم و هم زیرسازی و روسازی رو الان گذاشته شده. کتاب نخسایی ها روایت زندگی یکی از شهدای کشتیگیر منتشر شد. این کتاب داستان زندگی شهید سجاد عفتی از شهدای مدافع حرم است. عشق بود. عشقشون هم همه از مسجد امیرالمومنین بود. مسجد امیرالمومنین بچه های ما رو عاشق کرد. امیرالمومنین عشقش رو تو دل بچهای ما انداخت. مسجدی که محل دوستی و آشنایی نوجوانانی بود که یا شهید شدند و یا جانباز. محمد آژند، مصطفی صدرزاده، سجاد عفتی و امیرحسین حاجی نصیری بچه‌های مسجد امیرالمومنین علیه السلام در محله کهنز شهریار. قصه زندگی یکی از این جوانان در کتاب نخسایی‌ها روایت شده. سرگذشت پهلوان کشتیگیری که روی تشک و میدان مبارزه به شجاعت شهره بود. هیچ وقت کسی نشید سجاد آرزو و سودای قهرمانی داشته باشد. بیشتر پهلوان بود تا قهرمان. سجاد خودش لشکر بودش. اینو شما نمیدونید، من میدونم. اونا دارن میزنن. دستی بود دیگه. آره. شما برید ببینید چجوری میرفت دل داعش. اصلا ترس رو نمیفهمیده یعنی چی؟ کتابی در قالب مصاحبه‌های مختلف از دوستان و خانواده این شهید که در فصل‌های مختلف به قلم مصطفی آقا محمدلو منتشر شده. روایت از جایی شروع میشه که یک خانم خبرنگاری توی یک درگیری با سجاد عفتی آشنا میشه. به خاطر اون منام و منش پهلوانی سجاد عفتی علاقمند میشه به زندگی ایشون و طی یک حادثه متوجه میشه که ایشون شهید شده. نیروهای گمنامی که بی سر و صدا به دفاع از حرم رفتند و نام نخسا مخفف نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی را برای خود انتخاب کردند. مبارزه شهید در عراق، در سوریه و از خاطرات نوجوانی و حضور آقا سجاد در پایگاه محل و مسجد و خاطراتی از فتنه 88 به این کتاب ذکر شد. بخش پایانی کتاب به نحوه شهادت سجاد عفتی اشاره می کند. 40 روز پس از شهادت دوستش شهید مصطفی صدرزاده. حالا سجاد تیر اول خورد، تیر دوم خورد، تیر سوم خورد، اما نمی افتاد. این کتاب روایت زندگی یک شهید پهلوان است با همان ویژگی های پهلوانی، وفاداری، مرام و مردمداری که همه اینها را در صحنه مقاومت به نمایش می گذارد. انسی بحری، خبرگزاری صدا و سیما. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از خرید و فعالسازی 8 فروند کشتی باری برای تجارت با روسیه خبر داد. به گفته آقای صفایی 4 فروند کشتی نیز در حال ساخت است و کشتی‌های دیگر هم خریداری شده و به زودی به ناوگان کشتیرانی دریای خزر افزوده می‌شود. تعداد خوبی از کشتی‌ها در حال حاضر 8 فروند کشتی باری سرمایه گذاری شده، مهیا شده، داره الان فعالیت می‌کنه و چندین فروند هم خریداری شده و در دست انتقال است که بعد از اینکه رودخانه ولگا از شرایط یخزدگی بیرون اومد انشاءالله در اردیبهشت ماه هست این انتقال رو هم انجام خواهیم داد که کشتی‌های زیادتری وارد دریای خزر بشن و 4 فروند کشتی هم داخل دریای خزر داره ساخته میشه. دنبال این هستیم که بحث کشتی سازی تو دریای خزر و بحث گردشگری و مسافرت دریایی هم انشاءالله تو دریای خزر رونق بدیم. کرونا فقط عامل 5% ویروس های در گردش فصل سرماست. رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت دیگر بیماری های تنفسی از جمله آنفولانزا 95% ویروس های در گردش را شامل می شود. طب سنتی راهکارهایی برای کاهش علائم آنفولانزای فصلی دارد.
علائمش این روزها خیلی شایعه. علائمش تب، بدن درد. پیر و جوون هم نداره. چند روز مبتلا بودین؟ یه هفته. دختر خودم چند روزی گرفته، تب و لرز، گلو درد، بعد بدن درد. بچهای مدرسه‌ای رو دیدم که خیلی طرف می‌بینی تو یک ماه شاید 4 دفعه بچه‌شو برده دکتر. آنفولانزا یک بیماری ویروسی شبیه سرماخوردگیه که دستگاه تنفسی رو درگیر میکنه. خبر خوب این که با طب سنتی قابل پیشگیری و علائمش قابل درمانه. داروهای گیاهی خیلی مؤثر هستن. مثل اینجا ما چند مدلش رو داریم، مثل زوفا و پرسیاوشان. دو تا گیاهی هستن که کاملا برای تنقیه ریه یا پاکسازی ریه استفاده میشن. این رو به شکل جوشانده یا دمنوش میتونن استفاده کنن. پودر ریشه شیرین بیان یا مثلا برگ گزنه یا عناب توی مواردی که فرد دچار سرفه هایی شده که میگه من سرفه میکنم خلط ولی بیرون نمیاد هر کاری که میکنم و خیلی به اصطلاح اذیت هست از این سرفه ها، میتونه جوشونده ای از ترکیب اینها در کنار مثلا بابونه یا آویشن کمک بکنه. و برخی از این ترکیبات گیاهی به شکل دارو آماده و در دسترس مردمه. فرض بکنید که این تخم گشنیز داروهای مختلف گیاهی داره، مثلا این کوری تریپ که همون اتریفل گشنیزی هست، یا مدل کارخانه دیگه‌اش که همین در واقع کپسول اتریفل گشنیزی هست. البته یادمون نره پیشگیری بهترین درمانه. پوشش کافی داشته باشن وقتی که از منزل بیرون میرن، یا پوشش سر مخصوصا خیلی مهم هست که استفاده بکنن، ماسک بزنن یا اینکه حالا یک شال گرم دوره حالا بینیشون بپیچن. این خیلی کمک میکنه که از ابتلا به بیماری چی بشه، جلوگیری بشه. سمیره نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما. در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، دختران دهه 80 تهران هیئت عزاداری برپا کردند. هیئت بنت الهدا از سال 98 در مناسبت‌های مذهبی میزبان دختران نوجوان است. حالا رفتم هیئت های دیگه ولی اینجا خیلی فرق داره. مادرم مادرم زینب اسفندود میکرد توی هیئت حضرت زهرا. هر کاری به نظر من توی هیئت حضرت فاطمه میتونه با ارزش باشه. زهرا هم کارش پذیرایی توی این هیئته. کلا خادمی حضرت زهرا رو میکنیم دیگه، چه هرچی به ما برسه همون کارو میکنیم. یادگاری دادن به عزادارا هم کار ریحان است. ما در بخش استقبال هستیم. تو این هیئت دهه 80 ها هم مهمانند هم میزبان. کسایی که حالا سختشونه برن کربلا و زیارت بکنن و خیلی دلشون میخواد رو به اسم زیارت میکنن و خب خیلی خوشحال میشن. ما قبلا همین پویش رو داشتیم و برای فاطمیه هم قرار شد که داشته باشیمش. خیلی دوستام اومدن همین الانم تو این هیئت هستن و دعوتشون کردم. ما اینجا از دختر خواهش میکنیم که برای حضرت زهرا یک دل نوشته بنویسن. دوست هستی؟ بله. با هم اومدی تیه؟ بله. مادرم فاطمه. قشر دخترهای نوجوان قشر بسیار مهمی هستن. اگر که یک کار تربیتی خوبی برای این دختر خانم توی این سن بشه، قطعا برای سالهای آینده وقتی به سن مادری میرسن خیلی از مشکلاتی که توی جامعه هست برطرف میشه. چه تصمیم گرفتی؟ میخوام چادری بشم. چرا؟ چند دوست دارم. این هیئت با هیئت های دیگه چه فرق میکنه؟ خب این حسی که ما اومدیم، یه هیئتی که فقط واسه دختراست، یه حس خاصی داره که مخصوص خودمونه. هیئتیه که سخنرانانش خیلی خوبن، یه جوری از اهل بیت و بهتر از هیئت های دیگه معرفی میکنن به ما. ده اشدادی ها بلند شید، پرچم امام زمان رو بگیرید. دوستم من رو معرفی کرد به اینجا، من اصلا نمیدونستم اینجا برنامه هستش. شما نادیا خانم رو آوردید به این هیئت؟ بله. خب چرا؟ چون میخواستم که نادیا هم در راه حضرت زهرا خدمت کنه و حضرت زهرا هم به اون کمک کنه. مادرم فاطمه هیئت بنت الهدا که در حسینیه بسیج شرق تهران برگزار میشه، در مناسبت‌های مذهبی میزبان دختران دهه 80 است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما. من از تو حیف که دورم. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از قطعی شدن اختصاص سوخت یارانه‌ای برای حمایت از فعالان گردشگری دریایی خبر داد. به گفته آقای شالبافیان، این موضوع یکی از راهکارهای مورد توجه در توسعه گردشگری دریایی ارزان قیمت برای عموم مردم است.
گردشگری دریایی یکی از راه‌های توسعه اقتصاد دریا محور است. همسایگی 7 استان با دریاها در 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب ایران را به کشوری دریایی بدل ساخت. اینجا جزیره کیش در قلب خلیج فارس، یکی از مناطقی که تورهای دریایی و تفریحات آبی آن را به یکی از مقاصد اصلی اما گران قیمت ورزش‌های دریایی تبدیل کرده. منطقه‌ای که با نگاه گردشگری ارزان دولت چندان مطابقتی ندارد. ما روی گردشگری ارزان قیمت برنامه ریزی کردیم. اختصاص سوخت یارانه‌ای برای حمایت از فعالین این حوزه تدوین ابلاغ شد، دستورالعمل اجرایی این خوب هم فراهم شد. در سند تحول دولت هم در دو بخش تحول اقتصاد دریا محور و تحول گردشگری دریایی تاکید شده که به اذعان کارشناسان توسعه زیرساخت‌ها یکی از راه‌های ارزانسازی است. طرح ساماندهی سواحل جزیره است که برای اولین بار تو کل کشور طرحش رونمایی شد و در قالب یک سری بسته‌هایی داره این به صورت عمومی در 43 کیلومتر جزیره کشور هم طراحی شده میره. برای توسعه گردشگری دریایی در ماه‌های اخیر اقدامات مهمی انجام شده، از خرید شناورها تا راه اندازی تورهای مختلف. ما الان دو تا شناور جدید رو به در واقع ناوگان شناوریمون اضافه کردیم که حدود 1000 نفر به ظرفیت جزیره اضافه میشه. بتونیم بخشی از این در واقع حمل مسافر و ترانزیت گردشگر رو از طریق مسیر دریایی داشته باشیم. با توجه به صرفه بودن و ارزان قیمت بودن و اون در واقع بحث دریایی حائز اهمیت هست. کمبود زیرساخت تفریحات دریایی در سالهای اخیر موجب خروج ارز از کشور شده. ارزان‌تر کردن سفرها و تفریحات دریایی موجب استفاده اقشار مختلف از این تفریحات، جلوگیری از خروج ارز و اشتغال زایی در سواحل کشورمان می شود. به نام خدا. سلام. هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران از دقایقی قبل با یه بازی آغاز شده. در آغاز این هفته از رقابت‌ها از دقایقی قبل هوادار تهران به مصاف نساجی مازندران رفته. از ساعت 15 سپاهان با نفت مسجد سلیمان مصاف خواهد داد. از ساعت 17 هم فولاد خوزستان با ذوب‌آهن اصفهان و مس رفسنجان با ملوان انزلی دیدار می‌کنند. همچنین قرار بود دیدار آلومینیوم عراق با گلگهر سیرجان از ساعت 15 برگزار بشه که به علت بارش برف این بازی 24 ساعت به تعویق افتاد. این هفته از رقابت‌ها فردا با برگزاری 3 بازی به پایان میرسه که برنامه‌شو ملاحظه می‌کنید. قرعه‌کشی مرحله 1/16 نهایی جام آسیای فوتبال ایران، پرسپولیس تهران با ومپارس اصفهان و استقلال با تراکتور مسابقه میدن. قرعه‌کشی این مرحله امروز برگزار شد و در مهمترین بازی‌ها استقلال با تراکتور، پرسپولیس تهران با ومپارس اصفهان، گلگهر سیرجان با مس شهر بابک، سپاهان با سایپا، فولاد با خوش طلایی، نفت مسجد سلیمان با ملوان، مس رفسنجان با ذوب‌آهن، پیکان با استقلال خوزستان، مس کرمان با نفت آبادان، نساجی با فجر سپاسی و آریو اسلامشهر با آلومینیوم عراق مصاف میدن. این مسابقات 20 و 21 دی ماه برگزار میشه. و کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییرات زیادی رو در مسابقات باشگاهی قاره کهن اعمال کرد. در جدیدترین تصمیم AFC، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و AFC کاپ تعطیل خواهد شد و به جای اون مسابقات باشگاهی در 3 سطح نخبگان، سطح 2 و 3 برگزار میشه. بر این اساس لیگ نخبگان با 24 تیم، سطح 2 با 32 تیم و سطح 3 با 20 تیم برگزار میشه و تعداد کل مسابقات به 287 بازی خواهد رسید. اما AFC اعلام کرده هر باشگاه میتونه با همون تعداد بازیکن خارجی که در مسابقات داخلی خودش بازی میکنه در لیگ‌های آسیایی هم شرکت کنه. تصمیمی که به نفع کشورهایی مثل عربستان و قطر که همیشه از بازیکن‌های خارجی زیادی در ترکیب تیم‌هاشون استفاده میکنن. قرار مسابقات باشگاهی آسیا از سال 2024 با روش جدید برگزار بشه.
ممنونم از همراهیتون. امروز شنبه سوم دی 29 جمادی الاول و 24 دسامبر است. در تهران غروب آفتاب ساعت 16:56 دقیقه، اذان مغرب ساعت 17:16 دقیقه و نیمه شب شرعی هم ساعت 23:18 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. دعوت می‌کنم بیننده میز اقتصاد امروز هم باشید. خدا نگهدار.